در تورنتو معروف ترین جایی که میشه در اون شکوفه های گیلاس یا چری بلاسامز رو تماشا کرد های پارک هست، ولی اسپات ها و محل های دیگه هم وجود داره که با ترافیک کمتر و صرف زمان کمتر میتونید به اونها مراجعه کنید، شکوفه های گیلاس رو تماشا کنید و از طبیعت زیبا لذت ببرید. امروز اومدم به یک از همون محل ها در اسکاربورو آنتاریو. درود بر شما دوستان و فالوورهای گرامی، کاوه هستم با یک ویدئوی دیگه از ویدیوهای تورنتو گرام. در بازدید از برکدیل روین در اسکاربورو آنتاریو امروز با من باشید. اینجا مجموعی است از چند تا تریل، فضای سبز خیلی وسیع و باغ گیلاس و اینترسکشن اصلی اون هم بریملی رود و الزمیر رود هست. دو تا پارکینگ داره، یکی از اونها در الزمیر رود هست که ظرفیت کمتری داره و پارکینگ بریملی رود همونطور که میتونید پشت سر من ببینید ظرفیتش بیشتر هست و در ورودی پارکینگ هم زمینه بازی بچه‌ها قرار داره. اگر از فالوورهای قدیمی تورنتو گرام هستید حتما یادتون هست که در سال 2021 تریل همین پارک رو به شما معرفی کرده بودم. از محل پارکینگ بریملی رود اگر مستقیم حرکت بکنید در این مسیر میتونید که در تریل پیاده روی کنید که نهایتاً به الزمیر رود میرسه، و اگر در این تقاطعی که تقریباً 100 متر با پارکینگ فاصله داره مسیرتون رو عوض کنید و وارد این محوطه بشید که یک پل فلزی داره به باغ درختهای گیلاس میرسید. رسیدیم به محل شکوفه‌های گیلاس. پشت سر من میتونید تعداد زیادی درخت‌های گیلاس رو ببینید که همه شکوفه دادن، جمعیت زیادی هم جمع شده برای تماشای درخت‌ها. در مورد این باغ توضیحی که میتونم به شما بدم این هست که در سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد دوستی شهرهای تورنتو در کانادا و ساگامیهارا در ژاپن، این درخت‌های گیلاس که از نوع ساکورا یا درخت گیلاس ژاپنی هستند اینجا کاشته شدند به عنوان نمادی از دوستی این دوتا شهر. حالا میریم نزدیکتر تا درخت‌ها رو از فاصله نزدیکتر تماشا بکنیم. امیدوارم که از تماشای این درخت ها و شکوفه هاشون لذت برده باشید. همونطور که گفتم اینجا در برکدیل روین اسکاربورو آنتاریو هست و دو تا پارکینگ جداگانه داره. آدرسش رو برای شما زیرنویس خواهم کرد و ما اینجا قدم زدن رو در تریل اصلی برکدیل روین ادامه خواهیم داد.
تریل اصلی اینجا 5 کیلومتر هست، همونطور که گفتم از بریملی رود شروع میشه و به الزمیر رود ختم میشه. پشت سر من میتونید که ورودی تریل از الزمیر رود رو تماشا بکنید. اگر بخوام جنبندی در مورد بازدید از برکر روین داشته باشم، میتونم بگم که برای پیاده روی در تریل اینجا تقریبا 1 ساعت و برای بازدید از قسمتی که درخت های گیداس هستن هم تقریبا 1/2 ساعت زمان نیاز خواهید داشت. در اینجا به پایان ویدئوی بازدید خودمون از برکلی روین در اسکاربرو آنتاریو میرسیم. عکس‌ها و ویدئوهای گرفته شده از اینجا به طور همزمان بر روی کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب تورنتوگرام آپلود خواهد شد. به امید دیدار شما در ویدئوهای بعدی، کاوه هستم، کانال تورنتوگرام.